خدای یکتا و یگانه. سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به 30 برنامه مزه. بازم من فرخنده ایسانیار در خدمت شما حاضر شدیم. دوستایی که در داخل کشور است، دوستایی که در خارج از کشور است، خدا کنه که از صحت کامل برخوردار باشند. و من امروز بازم با یک برنامه کاملا متفاوت و شیرین دوست داشتنی در خدمت شما هستم. دوستای عزیز، امروز بسیار هوای سرد است و در این هوای سرد چی زیاد مزه میتن؟ یک چای وطنی همراه با یک شیرینی، اون شیرینی هم که باز کیک باشه. امروز ما در کافی شاپ سلایس آمدیم. بسیار تعریفی جره شنیدیم. بسیار زیاد مردم تعریف میکنن که اینجا بهترین کیک و کلچه را داره. و ما هم امروز عوض کردیم که بیایم از این کیک و کلچه مزه‌دار از این رستوران بچشم. و میگن که این رستوران بسیار زیاد بیروبار داره. اینقدر بیروبار داره که هر کس از هر کجا به اینجا میآید. ما هم میخوایم بدونیم که آخر در این رستوران تو چی راز نهفته است که اینقدر طرفدار داره. و حالا از کامرمن عزیز و مهربان خود خواهش میکنم که یک جا با هم به داخل کافی شاپ بریم و ببینیم که این کیک ما چه قسم پخته میشه، چه قسم شیرینی داره، چه قسم چای داره، قهوه داره که قدر مردم علاقه مندش است. دوستای عزیز، ما به داخل کافی شاپ آمدیم. به به، چی یک جای مقبوله، چی یک دیزاین طراحی مقبول، چی یک فضای دوست داشتنی هست. یه قسمی که میبینید امروز بسیار اینجا بیروبار هست و در کنار ما میبینید ویترین از کیک ها و کلچه های مختلف هست. هر کس علاقه مند باشه میتونه از بین از این انتخاب کنه، یکی از زیر هر کدامشان که خوش باشه. سلام علیکم دوستا، خسته نباشید. خب دوستای عزیز، میبینید اینجا هر قسم نمونه از کیک و کلچه هست که آدم وقتی طرفش میبینه واقعا حواسش میاد که من از این یک دفعه باید بچشه. بسیار کیک کلچه های مقبول است. من دیگه استاد میرم که مدیر از این کافی شاپ پیدا کنم، امرایشان گپ بزنم. اسمم محمد اصغر فایزی، تخلص میکنم منیجر سلایس کاردچار هستم. خب اصغر، بر ما بگویم که چطور طراحی و انگیزه از این رستوران در ذهنتان آمد؟ ولی در افغانستان اتر یک جای بسیار کم بوده و ما میخواستیم که یک جای متفاوت بسازیم، یک جای قدیمی باشه. خب در اینجا شما غیر از کیک دیگه چیزهای دیگه هم دارین؟ فاست فود داریم، پیزا، برگر، چیکن وینز یا چنان داریم. یعنی مکس هست، هم شیرینی و هم شیرینی؟ بله، مکس هست. خب دیگه، حالا امروی از غلجار از غلجار خواهش میکنم که امروی من یک جای راهنمایی کنه به طرف آشپزخانهشان تا همون کیک مزه‌دار خوشمزه که تعریفش از یاد شنیدیم با هم یک جای بریم ببینیم که داخل از این چه قسم مواد میفته که اینقدر طرفدار داره، اینقدر خوشایند و مزه‌دار است. با داخل آشپزخانه سلایس آمدیم. در اینجا قانونش است که باید کلاگی کلا بپوشه دیگه، ما از این قانون باید پیروی کنم. آساسا میریم طرف یکی از آشپزای ما که همی بخش کیک و کلچه مربوطشان هستن. اینجا دوستای زیاد است، خسته نباشید. خسته نباشین دوستا. سلام علیکم. خوب هستین؟ شکر، زنده باشین. دو قسمی که میبینین دوستا در کنار ما آشپزی هست که برای ما امروز کیک پخته میکنه. همون کیک بسیار تعریف شنیده و ما بسیار عوض کردیم که باید تو کیک بچشم. اول باید بفهم از کدام مواد داخل از کیک استفاده میشه که قدری خوشمزه و میشه. اول خدا معرفی کنید. شکر، اسم من شیر محمد است و یکی از آشپزای سلایس بیکریستم. خب ما سلایس کندوس. خب شیر محمد جان، میشه برام بگین که به غیر از کیک، کیک شیرینی که بسیار مشهور است، دیگه اینجا مشتریاتون چی را زیاد فرمایش میده؟ چی کدام نوع شیرینی را زیاد فرمایش میده؟ یک نوع کیک شیری میگیم و بسیار طعمش خوشمزه است و کیک شیری است دیگه. خوب. و کیک شیری است و کیک سالگرده و بسیار چیزا شیرینی زیاد هست دیگه. کیک های سالگرده هم شما میگیرید؟ کیک سالگرده ما میگیریم، بله. دوستای عزیز، اگه سالگرده داشتین میتونین به اینجا بیاین فرمایش بدین بعد روخای خودتان. بله. خب میشه بر ما بگین که از کدام مواد استفاده میشه؟ بر ما نشون بدین. بله نشون بدین. بیاین دوستای عزیز. خب اینجا دیگه جای مخصوصی است که کیک پخته میشه. آشپز ما مواد خود آماده کرده، ازشان خواهش میکنیم که بگویه از کدام مواد استفاده میکنه، چه قسمی تیار میشه. خب مواد کیک شیری است، ما میخوایم برای شما موادش رو بگوییم. آرد سوجی است، آرد است و روغن است، شکر است و بیکینگ پودر است، همراه تخم است. درست است. خب اول تخم قطعی شکر یک جا میکس میکنیم. خب. بعد از روغن هم میندازیم. بعد از روغن آرد و آرد سوجی و بیکینگ پودر یک جا میکس کردم. تا داش میندازیم، پختش میکنیم. دوستای عزیز، باش که یک چیز توجهی برای جلب کرد، اینجا کدام چیزی را انداختن؟
میکس کرده رویستن. از سراشپس پرسان کنیم که چی هست؟ این کریم ایرانی است و این بین یخچال فلزر استفاده میشه که سخت نباشه. بعد از اون وقتی استفاده میکردیم در بین میکسر میندازیم تا که خود نرم کنه و بالاتر کنه. برای چی استفاده میکنیم؟ برای کیک استفاده میکنیم. برای کل کیک؟ برای کل کیک. خب دوستان در تصویر میبینید ایده اینجا انداخته میشه که مکس شد و میگه خدا نرم کنن این با تمام کیک ها استفاده میشه. ببینید چقدر بیداشتی منظم پاک صدره آماده میشه. ساس ما به طرف یکی از مسئول ها میریم که مسئول کشمش و چارمغز هستن. ازشان پرسان میکنیم که کشمش چارمغز به چی پاک میکنن. اول امروشان معرفی میشیم نامتن؟ اسم عبدالشاکر است. مدت 4 سال میشه که در این سپایس بکری کار میکنم. خب شاکر جانی کشمش ها رو برای چی میشینیم؟ یک کشمش ها رو کیک زردک جور میکنیم. البته کرد کیک کشمش ها رو میچینیم پاک میکنیم. چارمغز است. چار قسم مواد دیگه است که ما تهیه کردیم. بله. پودر دارچین است، هارد است. دیگه بیکینگ پودر چیزایی هست، این البته زردک است که گات میشه، میکس میشه و دیگه موادش باقی مانده که شکر و تخم و روغن است. چی آماده میکنیم؟ کیک زردک؟ بله. خب نامش کیک زردک است یا کدام نام دیگه هم داره؟ اصلا در حساب انگلیسی کرد کیک میگن. در حساب فارسی باز ما کیک زردک میگیم. وطنی دیگه کیک زردک. وطنی. قسمی که میبینین ای کیک ما کاست ساده است، یعنی هنوز آماده نشده. کیک دیگه ما که در این طرف هست کیکی است که بالای شیر انداخته شده، فقط مانده که از قیماق و ککاو هر چیز به طور دلخواه دیزاینش بدن. و دیگه این حال شما بر ما ساس تا دیزاین بدین. درست است، ما ایره دیزاینش بدن. ایره بر ما دیزاین میتن. دوستای عزیز ببینین که شخص میره دیزاین میتن. در کریمش از چی استفاده میکنیم؟ کریمش کارامل تریکیست و از او استفاده میکنیم. اینجا اینه ای کارامل است که ما از ترکیه میخواییم. درست. و به سر یک خمی خوشمزه است. این آماده شدگی است؟ این آماده شدگی میای از ترکیه بریم. بدون از اینکه گرم شد یا گفته شد بیخوا آماده تیار است؟ بیخوا آماده تیار است. فقط یکی کشیری بزنیم. خب دوستای عزیز قسمی که در تصویر میبینین کریمش را میزنن. امرو با دست؟ بله، دست کشمیر میپوشیم؟ نه، صحیح سوژه یا نه؟ آها خب این یک مطور کارامل میندازیم. بله و این را کنیکی کشی را آوارو میکنیم. درست است. بایتون این شکل اصل بود. بسیار زیاد یک بوی خوبش داره. واقعا وقتی بویش آدم استشمام میکنن گشنه میشه. چی برسته که به این بخوریشه؟ کسایی که عاشق شیر نیست دیگه همیل دلشانه برده. بسیار بوی خوبش داره. واقعا مره دیگه تحت تاثیر خدا آورد. خب ساده کیره دیر بگیم بعد چاقو که میره میره روی شوار میکنیم. بعد از او دیزاین که برش میکنیم. من این چاقو است ماشاءالله چی یک چاقوی مثل شمشیر واره. به این شکل چیز میکنیم. خوب اینا میریم دوستای عزیز کسی که در تصویر میبینیم آل نوبت دیزاینش هست. چی هست میشه؟ این جلی صدفی است و در روی یک شیر دیزاین میتونی میره. از موادش؟ موادش از ایر دیگه از ایران میخواییم. خب یعنی موادش را؟ موادش را. خب ایران از ایران میخواییم. خارجی است؟ با خب دو سال قسمی که در تصویر میبینین دیزاین میتون ببینین چقدر منظم خط مندازه. کلشان کاملا یک قسم، حتی یک کمی کجام نمیشه. خود دیگه سراشفز است، استاد هستن. این
ما دیزاین روی شده دادیم حالی دیزاین دیگه امری خلال لندن دیزاین میتونه میشن میبینید به این شکل خب اینا دوست عزیزی هم یک تکنیک نو برای دیزاین داده باید به شکل دارش میکنی؟ خب این چیز میکنی؟ کیک شیری ما کاملا آماده است قسمی که شما میبینید و دیزاین رویش است دیگه آماده است بخیر دوستای عزیز قسمی که در تصویر میبینیم کیک ما مکمل آماده شده هم دیزاین داده شد چون وقت زیادتر میگرفت ما به اون خاطر برتان پخته نکردیم اما چون آماده شدگی داشتن دیزاینش برتان نشان دادیم در تصویر که چقسم دیزاین داده میشه دوستای عزیز خندم قسمی که دیدین کیک آماده کردن دیزاین دادن بر ما حالا امروی آشپز طبیعی یک جای میریم نیزی که داشت که کیک چه قسم پخته شده در کدام دما پخته شده چند درجه پخته شده چند ساعت ماندنش دیگه مطابقی گفار خود آشپز طبیعی بر ما میگه ما قدر معلومات ندارم بفرمایید داشت هست با دایی داست پخته میکنیم که کشیده که نو برتان موادش برتان نشان داد و ما میخواییم که برتان درجه شد و در چند اولاد پخته میشه و را برتان بگویم و درجهش در 200 مانده میشه و در تقریبا در نیم ساعت دیگه پخته میشه بعد از نیم ساعت ما از داشت میکشیم دیگه شیرش هم میده داخل داشت هست؟ داخل داشت برتان نشان میکنیم داخل داشت هم یک دفعه ببینیم فیلن چیزی اینا در بین کپکیک هستن پخته شده رویست و دمی داشت قسم که نو کیک شیره برتان گفتم و 200 درجه میماریم در نیم ساعت پخته میشه نیم ساعت 25 دقیقه پخته میشه خانمای عزیزی که در خانه هستن دیگه نیم ساعت یا 25 دقیقه با کیک ما پخته میشه آماده میشه کسی که علاقه مند از در خانه پخته کنن بله متوسط کدام وقتی هم شده که خانم برادر البته روسی کرده؟ بله کدام وقتی شده که خانم برادر از تان خواسته باشه که بگیری برمه یک کیک پخته کنین یا امروز شما برمه یک شیرینی پخته کنین؟ بله گفته و ما پخته کردیم برشان برشان چی آماده کردیم؟ برشان می کیک شیره که قسمی که نشان دادم ما رو پخته کردیم و بسیار خوشمزه و خوبش آماده بود این داش ما برای پختن چی است؟ این داش پیزا است داشت پیزا دا پیزا پخته میشه برای سیم درسته داخل از این پیزا پخته میشه بله. او خسمتش؟ او خسمت در یکش چپس و وینکس چیزا پخته میشه و در یکش املیت پخته میشه سلام علیکم خوب هستین خسته نباشین باش کنید را بیم سلام نامتون سلام علیکم هستی بلا هستم بخش فاسفود کار میکنم خوب هستی بلا جان چی؟ ایش میشه بگوینی نام از این غذا چی هست؟ این چیکن وینز هست موادش سخاری میشه و بینش بعض مواد های دیگه است مفته توسط روغن پخته میکنیم در 9 دقیقه پخته میشه در 9 دقیقه پخته میشه بله درسته مواد اصلی که از فکر کنم گوشت مرغ اصلی بله درسته خب دوستای عزیز قسمی که میبینید در تصویر نام از غذا چی گفتین؟ وینز چیکن وینز ساده داره اسپایسی دوستای عزیز اگر خواستی از این غذا هم بچشین یک دفعه به سلایس بیاین اجازه است سلام علیکم خوب هستین ساعتان خوب جانتا اجازه است که ما بشینیم امرایتان سلام علیکم خوب هستین ساعتان خوب جانتا جور چی گپ هست اینجا امروز دیگه سالگری ما بود از شما تبریک باشه سالگریتان انشالله که هزار ساله شاید نمونده که دیگه برای شما خواهش میکنم میشه اول خدا بر ما معرفی کنیم بر ما و دوستا بله چرا نه
مسیح آروی دیگه شغل آزاد دیگه شما میشه خدا مریم؟ بله محمد بلال هستم دوست مسیح جان امروز سالگری شما تجلیل کنیم میشه شما چی کار میکنید؟ ما محصل پانتون هستم شما میشه خدا مریم؟ اول هستم ودیب تخلص بکنم محصل سال سه و پانزه انجینری پر تخلیم اسم محمد بلال هستم مزاخل تخلص میکنم محصل خب دوست عزیز از کسی که سالگیریش از پرسان میکنیم چون امروز سالگیریش از چطور شد که شما به این رستوران آمدید؟ چطور رستوران انتخاب کردید؟ همین دوستا گفتن یا چند سالگره گرفته بودن باز یا خواستن همینجا تجلیل کنه باز ما گفتم صحیح درست است بسیار زیاد تبریک باشه انشاءالله که 100 ساله شوین با روزهای دلتان برسین مام دیگه اصلا نیست صبر کردن نمیتونم که از یک دفعه بچشم ببینم که مزی از این چه قسمه است دوستایم خوارخوندهای واقعا تعریف از این را زیاد کردم میگه بسیار یکی که خوشمزه است دیگه جایتان خالی دوستا خیر است از طرف شما میخورم دیگه واقعا آلیستن دوستای عزیز واقعا یکی که خوشمزه است کسایی که از این نخورده تو فکر کنه که مزه‌دارترین کیک دنیا را از دست داده دیگه خانمای عزیز خانمای لایق با استعداد کسایی که علاقمند پختن است آشپزی کردن است میخواهی کیک‌های مختلف یاد بگیره ویدیو ما را در یوتیوب را سابسکرایب بکنن لایک بکنن کامنت بتن و همچنان اگه خواستی به دوستایتان هم شیر کنین تا که ما بتانیم از این کده بهتر خوبتر برنامه خوبه به شما ارائه کنیم